آشنایی با منوهای هلپ، فاکسیت ریدر و استوری بوردینگ. در این بخش از آموزش نرم افزار پاورپوینت نسخه 2019 میخوایم با منوهایی که در این قسمت وجود داره، یعنی هلپ، فاکسیت ریدر و استوری بورد آشنا بشیم. در منوی هلپ همونطور که میدونیم یکی از منوهای مهمی هستش که در هر نرم افزاری وجودش لازم هستش، که در صورت اینکه ما سوالی برامون مطرح بشه و در قسمت مشکلی وجود داشته باشه میتونیم از این قسمت استفاده بکنیم، که همونطور که میبینیم گزینه های هلپ و کانتکت ساپورت در اینجا برای ما وجود داره که با انتخاب هلپ میتونیم در این قسمت برای اون کلیک کنیم و همونطور که میبینیم در این قسمت سرچ بار وجود داره که کافیه که برای در این قسمت عنوانی که مد نظرمون هست تایپ کنیم و اون رو سرچ کنیم تا مشکل ما در این قسمت مشخص بشه و میتونیم به پشتیبان زنگ بزنیم و یا فیدبکی رو از نحوه کاری که داشتیم و رضایتی که داشتیم و یا عدم رضایت اون در این قسمت ارائه بدیم. و همچنین میتونیم اگر بخوام یک آموزش ابتدایی از نحوه کار با پاورپوینت رو در اینجا داشته باشیم، میتونیم شو ترنینگ رو در اینجا کلیک کنیم و یک آموزش ابتدایی رو در اینجا همونطور که میبینیم در اینجا وجود داره، میتونیم از اونها استفاده بکنیم. بخش بعدی فاکسیت ریدر هستش که همونطور که میبینیم ما با این استفاده از این قسمت میتونیم از اسلاید خودمون یک PDF رو داشته باشیم. برای مثال اگر من در این ناحیه چند اسلاید رو ایجاد کنم و بخوام که از این اسلایدها به صورت PDF داشته باشم، کرییت PDF رو در این قسمت کلیک میکنم. در اینجا پیغامی برای من ظاهر میشه که میگه قبل از اینکه بخوایم اون رو به حالت PDF در بیاریم و در حالت فاکسیت ریدر خونده بشه، بهتره که ارائه خودتون رو در اینجا ذخیره بکنید. من برای اوکی کلیک میکنم وارد و همونطور که میبینیم به صورت مستقیم خودش برای ما پنجره باز میکنه و میخواد مسیر رو مشخص کنیم که فایل مورد نظر ما در اونجا ذخیره بشه. من دسکتاپ رو انتخاب میکنم و بعد بر روی سیف کلیک میکنم. میتونم نام اون رو هم تغییر بدم و یا همین نام رو برای اون در نظر بگیرم و یا حتی میتونم با استفاده از این دراپ لیست نوع اون رو هم تغییر بدم که فایل من به چه صورت ذخیره بشه، اگر نخواسته باشم که به صورت فاکسیت ریدر و PDF برای ما ذخیره بشه، که من به صورت پیش‌فرض خودش که در اینجا وجود داره ذخیره میکنم، یعنی در ابتدا به حالت فایل پاورپوینت ذخیره میکنم. برای سیف کلیک میکنم و بعد همونطور که میبینیم مجددا به صورت خودکار برای ما یک مسیر رو مشخص میکنه و میخواد اون فایل رو با پسوند PDF و به فرمت PDF برای ما ذخیره کنه و من برای سیف کلیک میکنم و به این ترتیب برای ما PDF مربوط به این اسلایدها نمایش داده میشه و ذخیره میشه و به این صورت برای ما این فایل PDF باز میشه به صورت خودکار و ما میتونیم اسلایدهای خودمون رو در حالت PDF داشته باشیم و میتونیم اون رو در صورتی که نیاز باشه در اختیار بقیه قرار بدیم تا از اون استفاده بکنن و برای مثال کپی نخواسته باشن از اون اسلایدها داشته باشن و اون رو تغییر بدن، میتونیم به این صورت در حالت PDF قرار بدیم و اون رو در اختیار دیگران قرار بدیم. مورد بعدی create and email هستش که با انتخاب مورد من میتونم یک علاوه بر این که یک فایل PDF رو در اینجا ایجاد میکنم، اجازه بفرمایید من نام اون رو تغییر بدم، برای مثال presentation 2 قرار میدم و برای save کلیک میکنم و بعد منتظر میشیم تا این کار برای ما باز بشه و میتونیم یک پروفایل رو ایجاد کنم که میخوام تو Outlook برای ما این ایمیل ایجاد بشه و بعد گزینه‌های مختلفی در اینجا وجود داره که می‌تونیم تنظیمات اون رو انجام بدیم و بعد برای اوکی کلیک می‌کنیم و منتظر میشیم که ایمیل ما در اینجا باز بشه و در Outlook بخوایم اگر بخوایم ایمیل ایجاد بشه و در اونجا تنظیمات رو داشته باشیم در این قسمت انجام میدیم. برای کنسل کلیک می‌کنم به این صورت این برنامه حذف بشه. مجددا وارد پاورپوینت میشم به این صورت. در قسمت جنرال سیتینگز هم تنظیمات مربوط به PDF رو داشته باشم که میتونیم هر کدوم از اونها که مد نظرمون هست رو در این قسمت داشته باشیم که به صورت پیش‌فرض در این موارد قرار داده شده و میتونیم اونها رو داشته باشیم. بخش بعدی کانکتد اینفو هستش که اطلاعات مربوط به اتصالات ما رو در اینجا وجود داره که همونطور که گفتیم در قسمت فایل این اطلاعات وجود داره و ما میتونیم از اون بخش تنظیمات رو انجام بدیم و در صورتی هم که بخوایم ساین این کنیم که از امکانات دیگه مربوط به پاورپوینت و فاکسیت ریدر استفاده کنیم میتونیم وارد این بخش بشیم. منوی بعدی استوری بوردینگ هستش که برخی از امکاناتی که ما بیشتر در ارائه پاورپوینت از اونها استفاده میکنیم در اینجا در اختیار ما قرار میده، از قبیل ایجاد استارت اپ و یا استفاده از اینسرت و قرار دادن تصویر و یا شیپ های مختلف و موارد دیگه که در اینجا وجود داره و ویرایشگرهای متن که
وجود داره میتونیم از این قسمت در اختیار داشته باشیم و از اونها استفاده بکنیم. و به این ترتیب میبینیم که این امکاناتی که هستش که منوهای هلپ، فاکس دیده و استوری بوردینگ در اختیارمون قرار میده که بتونیم با استفاده از اونها هم بخشی از ارائه خودمون رو تنظیم کنیم تا یک ارائه حرفه‌ای رو داشته باشیم.